هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه با نخست وزیر و رئیس جمهور عراق دیدار کرد. دفتر نخست وزیر عراق میگه محمد شیا السودانی و هاکان فیدان در مورد توسعه روابط دو جانبه، مبادلات اقتصادی و مبارزه مشترک با تروریسم رایزنی کردند. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در دیدار با وزیر خارجه ترکیه تاکید کرده که عراق باید به طور عادلانه سهم آب خودش رو از رودخانه‌های دجله و فرات دریافت کنه، چون کاهش جریان آب این رودخانه‌ها زندگی مردم عراق رو تحت تاثیر قرار داده. عراق میگه سدسازی‌های ترکیه بر رودخانه‌های دجله و فرات و سرشاخه‌های اونها باعث افت جریان آب این رودخانه‌ها شده. هاکان فیدان هم در این دیدار گفته که کشورش مایل برای این مشکل آب یک راه حل ریشه‌ای پیدا کنه. هاکان فیدان سه‌شنبه شب وارد بغداد شد و با فؤاد حسین همتای عراقی خود دیدار کرد. به گزارش وزارت خارجه عراق، تنش‌های آبی حزب کارگران کردستان پکاکا و حضور نظامی ترکیه در شمال عراق محور اصلی گفتگوی دو طرف بوده. دو طرف در این دیدار توافق کردند که برای حل تنش‌های آبی یک کمیته مشترک تشکیل بدن. هاکان فیدان از فؤاد حسین درخواست کرد تا عراق حزب کارگران کردستان را به عنوان یک گروه تروریستی بشناسه. فؤاد حسین هم گفت که عراق به هیچ گروهی اجازه نمیده که از خاک عراق به کشورهای همسایه حمله کنه. هاکان فیدان قراره با شماری دیگر از مقامات عراق هم دیدار کنه. همزمان وزیر نفت عراق هم برای گفتگو در مورد ادامه صادرات گاز از اقلیم کردستان و کرکوک با همتای ترکیه خود رایزنی کرد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که اونها بر سر ادامه صادرات نفت به توافق نرسیدند، اما قبول کردند که به گفتگوها ادامه بدند. دادگاه بین‌المللی داوری وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی در فرانسه اوایل فروردین رأی داد که ترکیه بدون اجازه بغداد نمیتونه نفت اقلیم کردستان را صادر کنه. این دادگاه همچنین ترکیه را به پرداخت 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق محکوم کرد. از اون زمان صادرات حدود 450 هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان و کرکوک متوقف شده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.